در اینجا با هنرمند ایرانی دارا به شباهنگ و آثارش آشنا میشیم. او که سالهاست در زمینه نقاشی و موسیقی فعالیت میکنه، اخیراً نمایشگاهی از مسنگاره های خودش رو به نام زمزمه های ماندگار در واشنگتن ترتیب داده بود. دارا به شباهنگ در زمینه ژورنالیسم نیز فعال و از همکاران صدای آمریکاست که در بخش طراحی وب به کار مشغوله. این گزارش رو تانیا دربندی برای شما تهیه کرده. با هم ببینید. انتخاب زمزمه های ماندگار از اینجا در واقع شروع شد که من متن شعرهایی که در واقع به تصویر کشیدم شعرهایی هستن که مردم با خودشون زمزمه میکنن، از حافظ و مولوی گرفته تا فروغ فرخزاد و شاملو و اینها، و ماندگارش هم به خاطر این که دردهاشون تموم شدنی نیست. شعر و کلام با نقاشی یه چیزیست که از قدیم وجود داشته به اشکال مختلف. در دوران میناتور اشعار فرض بکنید شاهنامه رو میگرفتن و به صورت ستونهای شعری در داخل متن نقاشی دیزاین میکردن. در دوران جدید به اصطلاح مدرن اومدن یه عده خطاطی رو با نقاشی قاطی کردن که اون مورد نظر من نیست، بلکه خط یا کلام بیشتر بگم تا خط. کلمه مورد نظر من هست که حامل معنیه و حتی اگر این که به صورت حروف هم به کار ببرم بهانه ایست که یک پیامی رو در یک شعری بیارم باهاش بازی کنم و یک بیان جدیدی از رنگ و نقش درست کنم. شعارهایی است که من خودم انتخاب کردم از محتوای مسائل روز ایران و مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران هستش. بازی با رنگ و جنس مس هست که با زندگی و فرهنگ گذشته ما خیلی خیلی عجین شده. تو ظروف ما، توی کارهای تزئینی، مثلا صنایع دستیمون، همه جا هست. توی این نمایشگاه زمزمه ها تعدادی هم کارهای به اسم مهاجرت وجود داره که قدیمترینش یک کاری هستش که دوران خفقان ایران رو نشون میده، ماهی های تنهایی که تو تاریکی رو به بالا دارن حرکت میکنن. مفهوم مهاجرت فقط مسئله مکانی نیست، بلکه مسئله جنبه فرهنگیش هم هست. تا موقعی که آزاد نیستیم همون حس مهاجرت در همون وطن برای ما به وجود میاد. یعنی در واقع موقع که آزادی نیست، شما از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جنبه های مختلف زندگی شما مهاجرین. برای هر هنرمندی من فکر میکنم بهترین شرایط شرایطی است که بتونی یک کس خودشو بیان کنه. هر جا که محدودیت کمتر هست، وقتی که اون مخاطع ایست و مقطع و اینا کمتر میشه. من در واقع تحصیلاتم در رشته فیزیک بوده، یعنی من یه ساینتیست بودم، بعد تو مسائل سیاسی آغشته شدم، بعد تو ایران نتونستم کار کنم، کشیده شدم به چیزای کارهایی که در بچگی مثلا نقاشی بوده، موسیقی بوده، به صورت حرفه‌ای شروع کردم، دیگه بوسیدم بقیه چیزا رو، هم سیاست هم ساینس، و رو آوردم به هنر، به آرت. من در واقع پدرم خیلی تشویق میکرد که تو باید یه دانشمند بشی و من اون راه رو در واقع رفتم. خیلی الیت و روشنفکرانه من یه سری کارهای انجام میدادم که واقعا تصمیم گیرنده از خودم نبودم، بلکه محیط و شرایطم بود. وقتی که رفتم سراغ آرت احساس کردم که این خود من هستم، یعنی اصلا حس نکردم که از بیرون یه چیزی به من تحمیل شده و این در واقع درس بزرگی بود برای من. چرا؟ برای اینکه پدر و مادر من اگه تشخیص داده بودن که خب من دارم همینطوری به صورت ارگانیک دارم یه کارهای دیگه میکنم، دارم مثلا میشینم میرم آکوردون برادرم میدوزم یواشکی تو زیر زمین بدون اینکه اونا بفهمن، یا مثلا تشخیص ندادن که من بچه مثلا کلاس هفتم خودم دارم همینطوری سیاه قلم
رنگ روغن دارم میکشن. خب اینا در واقع من اگر اون موقع ادامه داده بودم خب یه بخش شاید کاره اضافه نمی کردم. کاش که پدر مادرها واقعا میذاشتن که بچه ها اونطوری که ذاتشون وجودشون میکشه و اونها رو در واقع میبره به یه سرنوشتی که متعلق به شرایط خودشون وجود خودشون هست، خب خیلی بهتر.